بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة يا بنت موسى بن جعفر أيها المعصومة، سلام الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين. خیلی خوشبختیم از اینکه با خدمتگزاران صمیمی و با اخلاص ملت ایران و شهر قم امروز این دیدار بسیار شیرین را داریم و من تشکر میکنم از اینکه هیئت محترم دولت زحمت کشیدن و به قم مشرف شدن در برابر بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها برای تدبیر در زمینه آبادانی قم و کمک به رفاه این مردم عزیز. از همه شما حضار محترم هم در هر بخشی که مشغول خدمت هستید صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم خداوند متعال به شما توفیق بدهد و از شما راضی باشد و بتوانید انشاءالله این مردم عزیز را، این مردم مؤمن و پرشور را از خودتون به تمام معنای کلمه راضی و خوشنود کنید. یک توفیق بزرگ برای هر کسی توفیق خدمت است، خدمت به انسانها فی نفسه از نظر خداوند متعال یک ارزش و یک حسنه است. اگر اون مردمی که به اون خدمت می کنید دارای امتیازاتی باشند، مثل ایمان، مثل جهاد، مثل انگیزه های عالی در حرکت های اجتماعی، خدمت به اون مردم ارزش مضاعف پیدا می کند و خدمت به مردم قم از این قبیل است. این مردم مؤمنی که امتحان خود را در مواجهه با مسئولیت‌های سنگین در طول ده‌ها سال گذشته به خوبی دادند و از عهده امتحان سربلند بیرون آمدند. خدمت به این مردم حقیقتاً توفیق بزرگی است. این رو قدر بدانید شما برادران و خواهران عزیز و محترم. قم در دوران حاکمیت طاغوت مبغوض بود. مبغوض بودن اون هم درست به دلیل امتیازات معنوی و واقعی این شهر بود، به دلیل تدینشون
به دلیل ارتباطشون با روحانیت، به دلیل حوزه علمیه مستقر در این شهر، اولین فریاد مقابله با ظلم رضاخانی از شهر قم بلند شد. مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی برای اینکه بتواند با استبداد رضاخانی در آغاز حکومت او مقابله بکند، قم را پناهگاه خود قرار داد، به قم آمد و علمای شهرهای مختلف از نقاط مختلف کشور اون وقت در قم جمع شدن که البته با سرکوب حکومت مستبد چکمه پوش پهلوی سرکوب شدن و مرحوم حاج آقا نورالله به شهادت رسید، مسموم شد. بعد از اون در همین صحن مطهر علیه کشف حجاب یک عالم دینی با تقوا فریادش رو بلند کرد، همه رو متوجه خود کرد و رضاخان از تهران بلند شد، آمد اون عالم را آوردند و زیر مشت و لگد گرفت. اون مرد متقی و پرهیزگار و مجاهد و معنوی را، یعنی مقابله با دستگاه پهلوی در قم دارای این سوابق است. فقط مسئله از دوران شروع مبارزات روحانیت در سال 41 نیست. خب همه اینها موجب شده بود که حکومت طاغوت با قم به صورت یک دشمن برخورد کند. لذا آبادانی و عمران در قم نبود، صرف بودجه های لازم در قم نبود، امکانات گوناگون نبود. یعنی کمتر از نقاط دیگر در اون دوره ها بسیاری از این نیازهای مردم در اون دوره طاغوت نادیده انگاشته می شد، به مردم نمی رسیدن، کارهای دیگه ای اونها داشتن. لکن قم باز در مقایسه با بسیاری از شهرهای دیگر محرومتر بود. وضع قم اینه. خب بعد از انقلاب توجه خاصی شد، اقبال خاصی به قم شد، لکن حقا و انصافا همونطوری که گزارش کردن، بنده هم تصدیق میکنم این گزارش را، از 5 سال پیش به این طرف حرکت برای عمران قم و کمک به آبادانی این شهر بیشتر شد، سریعتر شد، یک رشد چشمگیری پیدا کرد که خب این مقتنم است، منتها باید ادامه پیدا کند. اگر این همت و این شوق و این علاقه‌ای که امروز مسئولان محترم نسبت به مسائل قم ابراز می‌کنند ادامه پیدا بکند، این امید وجود دارد که انشاءالله عقب ماندگی‌های متراکم گذشته به مرور جبران بشود و این برای کشور مهم است. خدمت به قم فقط خدمت به یک شهر نیست، خدمت به کشور است. هم آبروی کشور چون اینجا پایگاه انقلاب است، پایگاه روحانیت است، بزرگترین حوزه علمیه در اینجا مستقر است، شخصیت‌های برجسته علمی و دینی در این شهر مستقرند،
مورد توجه انظار عمومی عالم است. شما ملاحظه کنید در همین چند روز همه دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا متوجه قم و مردم قم و روحانیت قم بودند. این نشانه اهمیت این شهر است، مرکزیت این شهر است، خدمت به این شهر خدمت به آبروی جمهوری اسلامی است. یکی از برنامه‌های تبلیغاتی دشمن در طول سال‌های انقلاب این بود است که رمزها و نمادهای انقلاب و اسلام را تضعیف کنند. هر چیزی که به عنوان نماد اسلام و نماد انقلاب در سطح ملی وجود دارد این رو مورد تضعیف قرار بدهند. تضعیف روحانیت، تمسخر روحانیت از این باب است. تضعیف بسیاری از معارف اسلامی و اهانت به آنها و خدشه در آنها از سوی افراد گوناگون از این قبیل است. تضعیف قوم هم از این قبیل است. برای قم برنامه ریزی کردن، همونطوری که دیروز هم در یک جلسه در اینجا گفتم، تصمیم جبهه دشمن این بود که همچنانی که قم پایگاه عظمت اسلام و برافراشته شدن پرچم انقلاب بود، در همین قم آنتیتز انقلاب رو به وجود بیارند، اینجا رو بکنن پایگاه ضدیت با انقلاب. برای این تلاش کردند، برای این برنامه ریزی کردند. از انواع و اقسام شیوه ها استفاده کردند، از جمله کار کردن روی فکر مردم قوم، رو احساسات مردم قوم. شاید بتوانن این احساسات رو خاموش کنند یا کمرنگ کنند. در این سالها خیلی کار شده است. اگر شما میبینید پاسخ مردم به این همه تلاش خصمانه اینجور پرشور و باشکوه است، این حماسه‌ای که مردم قم در این چند روز به وجود آوردن و نشان دادن، این نشانه بیداری این مردم است، نشانه عمق نفوذ و رسوخ ایمان در این دل هاست. ولی دشمن هیچی کم نگذاشته است. توجه به قم زیاد است. باید کاری کرد که این تبلیغات خونسا بشود و این از راه خدمت به مردم و کمک به مردم، شناسایی مشکلات حقیقی این شهر و این مردم، از این طریق امکان پذیره. لذا من امروز در این جلسه در حضور شما مسئولین محترم، عمده توصیه من همین است که هر چه می توانید تلاش کنید برای خدمت به این مردم، برای گشودن گره ها از زندگی این مردم. البته امکانات دستگاه‌های دولتی امکانات محدودی است، امکانات نامحدودی نیست، لذا باید اولویت‌ها را در نظر گرفت. همیشه همین جور است. باید نگاه کردید اولویت‌ها کجاست و
این یکی از اولویت هاست. به نظر من مسائل مهم شهر قم که خب خوشبختانه در صراط اجراست، اینها بایستی دقیقا فهرست بشود. همین مسبباتی که امروز وزرای محترم، هیئت محترم وزیران در اینجا داشتند، همچنین مسبباتی که در سفرهای رئیس جمهور محترم به این شهر تصویب شده است، اینا باید دقیقا و مو به مو اجرا بشود. یعنی مسئولین محترم سعی کنند همه این مسببات رو با دقت، با اهتمام تا آخر دنبال کنند. همین مسئله آب برای قم که مسئله بسیار اساسی و حیاتی است، خب این اقدامی که چند سال است شروع شده به حمدالله به نتایج مطلوبی هم به طور نسبی رسیده است، اما بایستی این همت، این تلاش ادامه پیدا بکند تا انشالله این آب گوارای مشروب به شهر قم برسد و کام مردم رو شیرین کنه. مسئله مناطق محروم قم که اشاره شد در بیاناتشون، آقایون فرمودن، هم آقای استاندار هم آقای معاون اول محترم در بیاناتشون اشاره کردن، این بسیار مهمه. همین مناطقی که اسم آوردن، بعضی از مناطقی که اسم نیاوردن، مناطق محرومی در قم هستن با جمعیت زیاد، اون هم با مردمی عاشق و مشتاق انقلاب. همین منطقه نیروگاه که گفتن با همه محرومیت هایی که دارد، مردم اونجا جز به مشتاق ترین و علاقمند ترین مردم در جهت انقلاب و در جهت آرمان های انقلاب هن. اینو ما اطلاع داریم. در دوران دفاع مقدس هم همین جور بوده است، بعد از اونم تا امروز همین جور بوده. یا محله شاه ابراهیم و محلات دیگری که محلات فقیر قم و عقب مانده قم هست، باید یه فکر اساسی برای این محلات بشود با رویکرد امور رفاهی، بهداشتی، آموزشی، خدماتی یک حرکت دفعی انجام بگیره تا بعد انشالله به روال معمولی بیفتد. یکی از مسائل قم مسئله بهداشت و درمان است که من در این چند روزی که اینجا بودم از طرق مختلف نظرات متعددی از افراد به من رسید راجع به نیاز شهر به امکانات بیشتر بهداشتی و درمانی، که البته خب کارهایی هم در این زمینه تصمیم گرفتند و انشاءالله انجام خواهد گرفت، لکن باید اهتمام ورزید. شنیدم از بخش‌های مورد نیاز بخش زنان است در امر درمان که باید به این انشاءالله توجه بشود. مسئله صنایع دستی شهر قم که من اون روز در سخنرانی روز اول هم اشاره کردم، قم از سابق که ما اینجا بودیم و قبل از او معروف بود به صنعت بسیار زیبا و فاخر فرش بافی. این بایستی کمک بشه، این امکانی است در این شهر، امکان بسیار مهمی هم از شنیده بودیم همه جا، و زنان قم، مردان قم افتخار می‌کردند به این فرش‌هایی که در اینجا بافته می‌شد و معروف بود.
میگفتن فرش نخفرنگ، نمیدونم حالا به همون صورت معروف هست گفته میشود یا نه. فرض بفرمایید مسئله فرششون، مسئله صنایع دستی دیگر، به اینها اهتمام وزیده بشود. این میتوانه مردم رو از درون زندگی خودشون بهرمند و مرفه بکند. مسئله صنعت را اشاره کردم، خیلی خوبه. مسئله کشاورزی شنیدم که بنا هست از منطقه تهران و برامین مبالغی آب جاری بشه به سمت منطقه کشاورزی مسیده، که این از طرح‌های دولت بوده است، از قبل تصمیم گیری کردن. بسیار کار خوبی است، بسیار کار مهمی است، انشالله اینها انجام بگیره. به حمد الله در این دولت کارهای بزرگی انجام گرفته است. در دولت نهم و دهم همطور که اشاره شد کارهای با ارزشی انجام گرفته است، چندین برابر کارهایی که قبلا انجام گرفته بود. لکن در این حال نیازها همچنان هست، نیازها کاهش پیدا کرده است، لکن تلاش‌های بیشتری لازم است تا اینکه این نیازها به کلی برطرف بشه. این به عهده شما هست. یکی از چیزهایی که خیلی مهم است برخورد مسئولان رده‌های مختلف دستگاه‌هاست با مردم، با مراجعین، روی خوش. اگر نمیتوانیم گفت ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست، چون وانمی کنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. گاهی یک مسئولی نمیتوانه توقعی را که از او هست انجام بده، یک دستگاهی اعتباراتش کمه، امکاناتش کمه، مانعی نداره اگر چنانچه به قدر توان اما با روی خوش، با ابروی گشاده، با آغوش باز و صمیمانه با مردم برخورد بشود، مردم خوشنود میشن، راضی میشن. ما گاهی مراجعاتی میشود به دفتر ما در تهران، یه نفری کسی درخواستی داره، برای ما عملی نیست، مراجعه میکنن میگن برای ما درخواست شما رسید اما نمیتونیم این کار رو نمیکنیم، یا خلاف قانونه یا مشکلات دیگری داره. اون طرف میگه من همین اندازه که شما به درخواست من توجه کردید و رسیدگی کردید من راضیم، ولو این که کار انجام نگرفت. اینجوری است، مردم خوشنود میشوند از اینکه مسئولان دردهای اونها رو احساس کنن، غمگسار اونها باشند. البته تلاش هم بکنن به قدر امکان نیازهای اونها رو برآورده کنن، هر چی که ممکن شد. عرض کردیم امکانات دولت محدوده، اینجور نیست که ما خیال کنیم همه این کارهایی رو که لازم هست دولت میتوانه با دست باز انجام بده. نه، محدودیت‌های زیادی وجود داره از جهات مختلف، اما همون مقداری که ممکن هست عمل کنیم و اون چرا که عمل می‌کنیم با روی باز انجام بدیم، با مردم ابرو گشاده باشیم. این از مهمترین کارهایی است که بر عهده ماست، بر عهده همه مسئولین است. و این را هم مسئولین محترم در بخش‌های مختلف، چه بخش‌های آموزشی، چه بخش‌های خدماتی، چه بخش‌های صنعتی، چه بخش‌های کشاورزی، چه بخش‌های فرهنگی، در همه بخش‌ها، چه بخش‌های بهداشتی و درمانی، در هر بخشی کار می‌کنید، چه بخش‌های انتظامی و امنیتی و غیره، بدانید این خدمتی که شما می‌کنید اجرش فقط اون مزدی نیست که از سوی دستگاه به شما پرداخت می شود، اجرش پیش خداست. اجری که خدای متعال می دهد به مراتب
بالاتر و ارزشمندتر و شیرینتر از اجرها و مزدهایی است که در دنیا به انسان میدن، چه اجرهای مادی چه حتی تشکر. مردم از ما یه وقتی ممکنه یه کاری بکنیم تشکر کنن، اینم یک مزدی است، اما مزد الهی خیلی از اینها بالاتره. ممکنه شما یک خدمتی میکنید، یک دلسوزی میکنید، وقت گذاری میکنید، بیشتر از وقت معمول در محل کار میمانید، خدمت میکنید، ممکنه هیچ کس هم نفهمه. زیاد اتفاق میفته، ما دیدیم در طول این خدمت 30 ساله 31-32 ساله بارها برخورد کردیم با افرادی که بدون اینکه کسی مطلع بشود، بدون اینکه حتی مافوق اونها یا زیر دست اونها یا همکار اونها بدانه، به یک کاری دلسوزانه رسیدند. پرونده ای رو نگاه میکرده، کاری رو دنبال میکرده، وقت کار اداری هم تمام شده، گفته نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه میمانم این کار رو تمام میکنم. هیچ کس هم ملتفت نشده، کسی از او تشکر هم نکرده. بدانید اینها پیش خدا باقی است. هیچ کس نفهمه، نویسندگان الهی میدانند، کرام الکاتبین میفهمند، اونها اینا رو ثبت و ضبط میکنن. اینها برای شما مایه روشنی چشم و دل خواهد شد، اون روزی که چشمها و دلها همه محتاج لطف و رحمت الهی و مغفرت الهی هند. اینها سایه ای خواهد شد بر سر شما در اون روز سخت و هولناک قیامت. اجر الهی خیلی بالاتره، به این اجر توجه کنید. بدانید هر کاری که می کنید، هر خدمتی که می کنید به مردم، این در نزد خدای متعال مضبوط و محفوظ است. وقتی با این روحیه کار بکنیم از کار خسته نمیشیم. کار دیگه ما رو فرسوده نمی کنه، مخصوصا با توجه به این که کشور ما حقیقتا احتیاج دارد به کار. ما در همه زمینه ها بایستی با تاخت پیش برویم. در زمینه علمی در طول 100 سال 150 سال ما رو عقب نگه داشتن، در زمینه صنعتی همینجور، در زمینه‌های گوناگون اجتماعی همینجور. حکومت‌های فاسد، حکومت‌های مستبد، حکومت‌های شهوتران، حکومت‌های شکمباره، و در این آخر هم چند دهه آخر قبل از انقلاب هم حکومت‌های به شدت وابسته، پدر این کشور رو در آوردن. یک روزی فقط استبداد بود، دیکتاتوری بود، دیکتاتوری ناصرالدین شاهی، دیکتاتوری فتحعلی شاهی. دیگه وابستگی نبود. اما یک روز وضع این کشور به جایی رسید، هم دیکتاتوری بود، زورگویی بود، فشار بر مردم بود، هم نوکری بیگانه بود. رضاخان قلدر که مثل یک گرگ وحشی به مردم میتاخت، در مقابل ارباب‌های انگلیسی هر امتیازی که خواستن بهشون داد. قرارداد نفت رو گرفت، ظاهرا انداخت توی بخاری سوزاند، اما چند روز بعد یه قرارداد بدتر و ننگینتر برای مدت طولانی، 30 سال بر مدت قرارداد قبلی نفت اضافه کرد، امضا کرد، داد دستشون رفتن.
مسئولین دولتش هم تابع او بودن. بعد از رفتن رضاخان به تقی‌زاده که اون وقت وزیر دارایی بود گفتن چرا اون روز این قرارداد رو امضا کردی؟ گفت من آلت فعل بودم، یعنی خود رضاخان مسئول بود. این آدمی که در مقابل مردم خودش این جور وحشیانه وقیحانه بی‌ملاحظه ستیزگرانه رفتار میکرد و برخورد میکرد، در مقابل انگلیس ها خار و ذلیل بود. اونا رو کارش آورده بودن. یه مدتی خواست یه مقداری از اون قطب به یه قطب دیگری متصل بشود، به طرف آلمان ها متمایل شد، ورش داشتن مثل یه عبد ذلیل از ایران خارجش کردن، بردن پسرش رو جاش گذاشتن. سالهای سال کشور ما اینجور زندگی کرده است، این ملت سالهای سال اینجور زیر این حکومت‌های مستبد و فاسد و دیکتاتور و ثروت طلب زندگی کرده. در هر کجای کشور یک ملک آبادی بود، رضاخان او رو به اسم خودش کرد، در مازندران، در خراسان، در بسیاری مناطق دیگر. ثروت جمع کردن، املاک جمع کردن، جواهرات برای خودشون جمع کردن، آخر سر هم مبالغی از ثروت‌های ملی رو برداشتن وقتی فرار کردن، بردن. الان میلیاردها دلار متعلق به این ملت با آمریکا برده شده است. از آمریکا اول انقلاب ما خواستیم ثروت‌هایی را که خاندان پهلوی با خودشون بردن اینها را برگردونن به ملت ایران، گوش نکردن. خب معلومه بود گوش نمی‌کنن، همه از یک جنسن اینها. حالا این ملت به برکت انقلاب در فکر تجدید حیات خود افتاد، راه تجدید حیات رو پیمود، کارهای بزرگی انجام داد، لکن کارهای بزرگتری در پیش دارد. ما هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ فنی، هم از لحاظ خدماتی، هم از لحاظ سازمانهای گوناگون، سازماندهی و سیستم سازی در کشور، کارهای زیادی هنوز در پیش داریم که باید انجام بدیم. هر چه برای این مردم کار کنید زیاد نیست. این عرض من و توصیه من به شماست. من مجدداً از همه شما مسئولین محترم که در این شهر مستقر بید، استاندار محترم، مسئولین گوناگون تشکر میکنم. و مطلبی رو که روز اول هم گفتم اینجا تکرار میکنم، مراقب باشن دستگاه‌های دولتی اگر چنانچه در سر یه مسئله ای اختلاف بین خودشون هست، نگذارن این اختلاف دودش به چشم مردم برود، با مردم مساس پیدا نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.